تلویزیون موسیقی توجیک سوشان لواز تقدیم میکنه تقدیم میکنه مادر من هم یگانه که تمام عمر زندگی خودش رو برای بابای رسیدن من صرف کرد. وقتی که مکتب خوان بودم خاطره ها اگر ایواز کردن علاجش میشد همه بودش شدم و من همه دوره ها ایواز میکردم. و ترانه های ماندگار سازی اون کس دیگر سازی من دیگر گرید بودم قصه هایی که نمیتوان فراموش کرد. همون خلق چنان قبول کرد آدینه رو چنان حرمت کرد. محچ خوش امروز برین انجمن همین خیر معقول شد با اون همین خیر خنسن زدن آمده منو تبریک کرده ایمود سیواد نیشی اسپیخ توبای اسپیخ افجی شهرت دسکی تلوی دارم. در آسیای مرکزی دو کست ما یک تا از ازبکستان یک تا من دارم. الله پوکچه او دارد رتر او دارد من شیفته ای زلفی سمن ساوی سنو یک نفر اگر نخواستم در راه سنعت رفتن هنر پیشه از چی سکوت کرد؟ برنامه نوبتی ما بازگو کننده فعالیت هنری و زندگی نامه هنرپیشه خلقی تاجیکستان جورابیک نبیف است. برای مردم تینجوی آسایشتگی آرامی در کار تینجوی آرامی رو کی آورد به دیار ما؟ البته پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان رونق و اوج و برارم تاجیکستان زنده باش تاجیکستان زنده باش. در ناحیه اون وقتا پرلیتر میگفتن حاضر جبان رسولو دیهای گلکانداز تولد یافتم. اساسا خارجی قشلاق بود زندگی میکردم و محنت میکردم. در دوره همون مردم دیها آمان تربیه یافتم و کلان شده مکتب خوان شدم و مکتب میرفتم. در آیله من یک نفر بودم یک نفر ماندم. پدری من آیله اولشان گذشته که در از آن آیلشان یک دختر یک پسر بوده که یعنی اکای و خواهر من اپای من بوده که اونها لیکن بر وقتر از عالم گذشته که پدر رحمتی من در دوره جنگ همون سالهایی که من دونم سال بودم به جنگ رفته بر نگشتم. با همین من تنها با مادر تنها خودم کلان اکنون همه مادرهایم عزیز است عزیزم بی‌بها بها ندارم. لیکن در درون مادرها مادر من هم یگانه که تمام عمر زندگی خودش رو برای من برای بابای رسیدن من صرف کرده. مادر من هم از قریب 82 ساله شده از عالم گذشتن. از عطای مادرم
سری جان ران ساری خلق جان پرور فقط همه یک تنها مادرم مرا تربیه کرده است. البته همون به همه هم قدر قیمت زیاد داشته باشد در جوانی این بهار عمر این تکرار نشه بنده. گاه گاه البته به یادم می آورم، دلم گم می زند همون جوانی وقتی که مکتب خوان بودم، وقتی که 13-14 سال بودم به کارخانه برآمده کار کردم. همون دوره ها به من بسیار قیمت به فرزندان میگویم که اگر ایواز کردن علاجش میشد همه بود شده، اما من همه به همون دوره ها ایواز میکردم. البته یک دوره های تکرار نشمنده برای همه همی در باشد. بعد همه در مکتب میخواندم و بس حالت بسیار شبق زفقم زیاد بود. از همه مکتب خانه کم کم دایره میزدم و بسیار شرمین بودم، دو هم شرمین بودم. کروشو که خود فعالیت میگفتم، از پنجم صنف سرکرده اشتراک میکردم همه انسامبل خود فعالیت صنعت به صورت خانه گذاشته و خانه علاهیده خلوت در آمده زمزمه بکردم خودم. بعد آهسته آهسته روی صحنه همون مکتب همین تو سر کردیم جوانه ما همه خیر تر. السلام ایشیر مردان وطن ای دلیران ای دیاری نامدان ارزند فرزندان مملکت هر لحظه دارد افتخار. همون سرودخانی را در مکتب از هفتم صنف گذاشتیم، سرودخانی را سر کردیم، به صحنه های مکتب برآمد میکردیم. دیدم که به مردم برای ما خرسک میزند، خرسک مردم به سراینده یا نوازنده الهام میبخشد. به خودتان باوری پیدا میکنید که شما میتوانستید همین کار از عهده همین سرودخانی یا نوازندگی برآمده میتوانید. همه چیز به روحیاتی شما قوه میتید. بعد آهسته آهسته با کوشش میکنید که از این زیادتر و خوبتر برای خواندن البته حرکت میکنید. بعد ختم مکتب 17 سال بودم و دانشگاه دولتی پدگوگی شهر خوجند داخل شدم، فکولته طبیعت شناسی خیمیا بیولوژی هم معلم خیمیا بیولوژی هم. از واسه ایجادات سرودخانی من در همون اینستیتوت تشکر یافت. شب روز سرود میخوندم. خیلی درس های البته با قدر امکان کوشش میکردم، بسیار محبتم به صنعت زیادتر بلند بود. همینطور اینستیتوت پدگوگی هم ختم کردم، لیکن
چهارم کورس میخوندم مرا دعوت کردن به تئاتر مسرح موسیقی چهار خوجان به نام اون پوشکین بود حاضر کمال خوجان دی از چهارم کورس من کار کردم در تئاتر سر کردم کار را آغاز کردم البته ختم پیدینستود تماما هم به تئاتر به کار شروع کردم همین دوام دادم همچنین حافظ سراینده تاجیکستان عزیزم ای بهاری بی خزان گوشه‌ای از چهار باغی زیب بخشای جهان در کنارت هر نهال قامت گل چهره‌ای در کنارت هر نهال قامت گل چهره‌ای شربتی هر میوه شیرینی شیرین لبان اون دوره ها رادیوی وقت تلویزیون نبود تلویزیون خدا سال 1958 پیدا شد همون هم از 1000 کسب 2000 کسب 1 کسب تلویزیونش بود اساسا رادیو گوش می کردم رادیو ها اساسا صورت های علوی یعنی سنتی دائم صدا می دادن استادان بزرگ برآمد میکردن همه سرود ها از همه را یاد گرفتیم در دهه ما اینقدر رادیو خوب تشکیل نشده که بود دهه ما اساسا همه کارخانه جا نامدار بود رادیو اوزیلش بود رادیو اوزیل فقط همین رادیوی تاشکند پخش میکرد برای همه خلق گوش میکردن همه سرود ها من سر کرده که سرود های هنوز یکم سرود ما هنوز بود نامش همین خیلی من اشخباز اشخم چونی بلان بود که همین رادیو به کدام حافظی که باشد کدام سرودش باشد خواه و مرد باشد خواه و زن باشد من اینش خوب اینش سوست گفتنیم همشه از خود میکردم همشه اون وقتا من گفتم که گفتن که چیز نبود ده ما همین رادیو گوش میکردم همون همین تمام وجودم گوش شده گوش میکردم همین یک بار شنو من میگرفتم همه آهنگ شعرش که نمیدونم کتاب خواهی شعریت نیست همه شعرش هم از همون لحظه از دهان حافظ نوشته میگرفتم همین اگر تماما اگر همه نوشته نتونم دفعه دویم یا سیم بار همون شعرهای تماما نوشته میگرفتم همه که وجودم که گوش میکردم ده تمام یه یار عزیز و نام دارم عشقی تو بود رواج کارم مهرم به حیات شد زیاده زیرا تو همیشه در کنارم سرود های میخوندیم و فقط آرزو میکردم که همین سرود های خودم باشد اجادهات خودم باشد اما جوان بودم حالا تجربه خیلی کلان هم نیست چهارم کورس بودم و روزهای امتحان دبرگی بود اون وقتا اینستیتوت پیداگوگی در دوشنبه به نام شیفچنکو بود هر دو اینستیتوت گزیتش یکته بود پیداگوگی جوان گفتم ابراردم همین امتحان در آمدن بلیت گرفتم و شیشتم اونجا روی استال همه گزیت پیداگوگ جوان پخن کردم همچنین چشمم افتاد یک شعر شعرم یک استودیو نوشته بود است حالا هم نامش یادم به حال جنید الله کریمی وای استودیو دیگه از اینستیتوت پدگوگی شیفچنکو همون شعر رو در آن دیگه گرفتم من حالا بیدید به نگاه کرده گمی همون گرفتم آن دیگه بودم بعد همون با تحتیل برام بودیم همون شعر رو من یکم بار یکم آهنگم آهنگ به انداخته من سرود کردم دلبرا آرزو دارم تو را یکدم ببینم دلبرا گفته که دلبرا یکمین اجازاتی خودم این سالهای 62
دو ایجاد کرده گیم من یکمی همین حافظه شناخته گیم استاد همین زفر نازم یک سرودشان بود بسیار به من مقبول بود چرا این آزن این دل بر زی احوالم نمی پرسی چرا این آزن این دل بر زی احوالم نمی پرسی به هر زخمم زدی خنجر زی احوالم نمی پرسی از خود کردم با زمزمه می کردم بعد آهسته آهسته همین استاد محمد نیازوف در تئاتر کار میکردن و به کنسرت رو کسا همین سرودای ازبکی میخوند بعد خودشان همین بعد از سالهای 60 ایجادیات خودشان رو سر کردن همین بسیار سرودای نحظ آفریدن من حالا یادم به های تاکای یکمش بعد بس که تمنای تو ما سیومش بایم سرودی ازبکی بود نیکن از ایجاده خودشان بود بعد هم اصلا اصلا زیاد سرودهای تیز تیز خوب با آهنگهای خود سرودهای خوب آفریدن همه جوان ها شاگرد ها همون تقلید کردن همه سرودهای با محمد نیازوف را بخوندن با جرابیک مراد ما همراه خوانده ما برابر داخل شده که فقط باید فکولته دیگر بمیخوند من فکولته دیگر دیگه بسیار همراه میگشتیم همراه سرودخانی میکردیم جانانی من کجای شیر علی بابا جان بود بعد تاجیکستان عزیزم شیر محیدن امیزاده بود بعد تیری نگاه غزل تورال بود همین چیز آشته آشته همین اجازه خودم هم زیاد شده هر کس که روخی تو دید جانم عاشق به تو گشت آن زمانم مرغی دلی سیاد هزار عاشق در قیدید شد برنو اسحاق بسیار دوست میدونم حالا هم اخیر خواننده سراینده نیست نه فقط در تاجیکستان اخیر سراینده ششم خان و اخیر بلو آواز من حالی نشنیدم راستگم خیلی من بسیار استادای ما از ازبکستان گوش میکردم جاراخان سلطان و مامور جان از خوب بودن کامل جان آتن یازو خوارزمی بودن همین خیلی همینطور بزرگا جدا بسیار بودن حالا هم من حاضر حافظای جوان گوش میکنم حاضر زمانه لیکن لذت اونها دیگر بود نیریا امیرف بودن بسیار استاد بزرگ بودن استادان ششمقام بابا قل فیض اللهیف شاهنظر صاحب از دین شهاب اینا داننده ششم خان بسیار چیزهای خوب سرودهای خوب ایجاد کرده که هم از جهت آهنگ هم از جهت معنی بسیار بلند سرودهای آفریده هم کرد من اولین بار به دوشنبه رفته چهار سرود ثبت کردم بر رادیوی تاجیک یک سرودم همین تیری نگاه بود و تاجیکستان عزیزم بود و بعد یاد تو نوازنده های هم گفتن که همین سرود تا مشهور میشد در حقیقت هم حالا هم جوان ها میخوانه همونه من سال 67 هم ثبت کرده که من حالا هم همین حاضر خواننده ها جوان ها خواننده میخوانم از خودم هم التماس میکنم آهنگ خودم شعر عبدالملک بهاره شاعر خوب بودم شعرشان به آهنگ خوب نظم افتاد من از عبدالملک بهاره بسیار خوانده که من گرچه تو یاد باغم نکنی بوی گل را بد ماغم نکنی نبیایی و سراغم نکنی نرمد یاد تو هیچ از یادم قدشم شاد تو هیچ از یادم گرچه تو یاد باغم نکنی بوی گل را بد ماغم نکنی
آدینه هاشم با همراه از تاجیکستان تنها دو نفر به خارج رفتیم. افغانستان بعد ایران رفتیم. گاز کنسرت میگفتن اونجا اشتراکچای کنسرت از تمام شوروی بود. از مسکو بود، از لنینگراد، از کافکاز، از تاتارستان، همه ازبکستان، از تاجیکستان ما دو نفر بودیم. از 40 نفر زیاد بودیم، لیکن دو نفر. اما در افغانستان و ایران اکنون ما زبان رو خوب میفهمد کنم. این خوب قبول میکردن، همه شعر بسیار شعر دوسته بیا. همه کجا صحبت خوانید ترسک میزنن. اما ایران با رفتیم همه کنسرت بر آماده. اولین اکنون سرودهای خودم کم بود. سرودی همه استاد بان محمد نیاز رو خواندم. عاشق دختر مه پاره شدم. همین خیر معقول شد به آنها. همین خیر خنسر زدن. آمده منو تبریک کرده. یه باید سیواد نشید. اسپیخ توبایی اسپیخ. در رگوه گفته تبریک کرده. کجا رو هم همه نشان میتید. همین. بعد یک دخترک کلانسا بود. بسیار دختره که زیبا بود. نشسته مانده. آقا میگد. عاشق دختر محفاره شده. بله گفتم. نام محفاراتم چیست؟ همه خیلی سوال و جواب ها. اکنون سرودهای ما رو خوب میفهمن کن. با رحمت آدینه هاشم بسیار دوستی مستحکم شدیم. سه چهار بار آمدم. خوجا راست به خانه من می آمدم. بسیار انسان بزرگ بود. بسیار همه خیلی داننده شعر بود. من بسیار چیز رو آموخته گم کس. خواننده زور. یک راه اسلوبی علاقیده یک چنانو که میگویم مکتب خود را دارد باید آدم نیکه بسیار غزلهای بلند میخوان با من بسیار شعرهای خوب هم انتخاب کرد داده که اون کس همه در افغانستان بودیم اون کس دو کتاب دیوان حافظ شیرازی و سیده را برده که بودیم کتاب را همتی کشاده کنام صحیفه یکم مثل غزل خانم دمام میشه میگوید یک چیزش هست که خانش های آدینه هاشم را هر کس نمیفهمند. آدم های آدینه میفهمند یا. آن کسی که معنی متن به میرد، معنای میفهمد، اونها بسیار قدر میکنند. آشته آشته، لیکن فهمیدن مردم. اول اکنون ترغیبات کم بوده گیدن. همین یک بار آمدم در اسفره توی وعده کرده بودم. توی برفتنم دکار، یک قشلاق بارو خواست. همراه توی بمیریم کنم. مادرش من تارم گرفتم من فکر کردم اینکه برام تو سرودشون اینقدر قبول نکنند برای من اگه مهمان من برای من خجالت میشم دیگه نه تار من هست که گفتم با فکر کردم نه گرید اگه ساز اون کس دیگر ساز من دیگر ها با همو توی رفتیم همه برکه اوقات همه خلق چنان قبول کرد آدینه رو چنان حرمت کرد من سرم آسمان شده بود. مهمان عزیز من که برای موافقتی وی به موافقتی من همه که خورسان شدم. آن شخصانی که به قدر سخن میرد آدین را بسیار قیمت میشمرد. حرمت بکرد. هندوستان، نیپال، آلمان، بلغاریا، فرانسیا، ایتالیا، بلژیا، سوئیسریا، ژاپنیا، اثیوپیا، آمریکا و فرانسیا سه باری رفتم. تعطیلشون همین فرانسوزا از شهر یک 300 400 کیلومتر دورتر فستیوال تشکیل میکردن. اول از تمام دنیا می رفتن. خاطره ها زیادن البته. من حاضر همش در خاطر ندارم. بسیار روزای خوش بود. من بسیار شکر می کنم که از پشت همین حافظی هم سنتکاری هم به همه خیر جاهای جنرات آثار رو دیدن نصیب هم گردید. شکر تقدیرم. من شیفته
زلفی سمن سوی سنو بر دل باخته ی نرگس شهلای سنو بر دل باخته ی نرگس شهلای سنو بر نفتن لبی لالم آل خال سیاهش قربان خد قامت بالای سنو بر قربان خد قامت بالای سنو بر من بسیار شوقمندی همین سرودهای کلاسیک سرودهای شش مقام سرود رو هر روز تکرار کردن گرید نمیشد حرکت میکنید که با مردم یک سرودهای نو توفه کنید البته اگر فقط سرودهای استاد گفته همون سرودهای یاد گرفته خوانده با مردم تقدیم کرده گشته عمر گذرانی کردن هم ممکن لیکن هر یک صنعتکار باید کوشش کند که یک راه خودش رو یابد اسلوب خودش رو یابد مکملتر اگر گفتنی باشم مکتب صنعت خودش رو کوشش کردن در کار که یافتن در همه رو در تاجیکستان یگانه دیسک طلایی دارم در آسیای مرکزی دو کس ما یک تا از ازبکستان غلام جان یعقوب یک تا من دارم من دو تا ثبت میکردم یک تا سرودهای تاجیکی یک تا ازبکی هر یک فرما ها از روی شنیدم از میلیون عدد زیاد به فروش رود و همه میتی هم گفته شنیده بودم جانشین دیرکتری همین فیرم میلادی آورده اینه سپورت گفت که همین شما رشت به نگاه میکنیم هم چخیر اثر خود در این سب کرده شده است جهت های تکنیکیش هم من این آباد میگرنم فیرم میلادی همه شده باشد ده تا های الله پوکچه رو دارد رتر رو دارد کارل گوت گفته که از انگلیا سرود های کلاسیک بسیار ثبت کرده که من چشم خون از شما شما خون هرگز زلف خوبم بوی وفا نیاید گرد شنید این بود باری مرا نیاید مشتاق پای بوسم زم بر سرم نیایی من امزی بیمی خواهیش پیشی گدا نیاید من امزی بیمی خواهیش پیشی گدا نیاید میلاد محبت همه غزلهای تاجیکی دویمش همه سرودهای ازبکی یعنی خودم من در ازبکستان هم بسیار برآمد کرده گیدم همه ولایت های ازبکستان برآمد کرده گیدم من به قصر ها رفته گیدم و چند باره خصوصا در سمرقند و بخارا بسیار می رفتم چون اونجا تاجیک ها بسیار هستن تاجیکم برآمد کردم یادم هست 1973 بود اونجا من 7 سرود تاجیکی خونده گیدم 3 تا ازبکی خونده گیدم یکتش همین شوختر همین زمان به موافق عشقیز او دیده کم مندک همیشه یاندو عشقیز او دیده کم مندک همیشه یاندو من کبی کم اسنیز افتاو بگه قرواندو دان گلدوزلر قیاش چقن محل سن نینی تر سزنی کرگن نی پری زیبار گیدم تا ازدواج من 1965 4 فرزند توفه کرد مادر فرزندهای من رحمتش کند 12 سال شد از عالم گذاشت باش فرزنده همه هنری مرا 3 نفرش کلانش شوکت به نوازنده خوب شده که بای غیچ جان آواز کنسرواتوار دولتی تاشکند ختم کرده است بعد این دویمه شهرت به این هم همه تمام کرده این حافظی میکنند هم بسیار تنبور نوازی خوب سعیم بسیارم اگر سنت من نرفت و دیگر با اونویسیتی داخلی شده فکولته
اقتصاد قدم کرده گه از دیگر ساحه کار میکنند چهارم شرم هم با صنعت رفته گه بای نوازنده بایم به طور نوازو خیمالی اسباب های خود رزمانو دور نوازو هم بخیر همش به ها سرود نمیخوند یک نفرش میکنند بسیار چیز آموخته گه از من چونکه از جوانش در خاندان ما همه تر همه خیر سرود خود صدا داده است. اگر سرودخانه کرده که باشند در خاندان همین سرودخانه شنیده که برای همه محبتش و سنت سرودندگی سنتی ما بودش عشق باز همین از جوانش همین تنبور نوازی بسیار دوست می داشت تنبور نوازی بسیار خیلی دشوارده این زندگی مردم خدا از پس و بلنده عبارت است. اون من در حیات زندگی کردن همه وقت راه هموار نه یا که همه روز خوش و خورزنده توی تماشا نه البته شادی بودگی جا غم هم می آید یا که برعکس آنقدر غم های معده چطور من به نظر نمی کنم چون که این حیات به مجرای خود روان است. بدترین روز همون که انسان خوبتان رو گم کنید دوستی نزدیکتان رو این خیلی دوست های بسیار جانبی بسیار بودم خصوصا روزی که مادرم رو گم کردم این از همه بدترین برای من روزهایی که همین اولین فرزند من عالم گذشت همون روزها برای من بسیار وزن بود این فرزند ها که پیدا شد کمتر غمش ما سبکتر می شود همون تا قریبی ها همون دوره همون تولد شده که فرزند های بینم بسیار دلم می سوخته از این نمورد و همی قدر می شود می گوید همین سوال به می دون آمد می گوید نزدیکتر شخصتان اگر از بین رما گم کنید برای انسان از این روز سخت نیست لیکن باز عقل و ادراک انسان همیشه ساخته شده است که چیزی که پیش می آید باید صبر کرد باید شکر کرد نیک ما روزهای شاد ما زیاده روزهای نیک دیدیم بسیار بسیار همون دوره های جوانی ما دیگه حاضر سال به سال همه روزهای نیک دیده استادم دستورخانه های فراوان مردم بسیار در دیار ما آبادکاری ها فرانی ها دعا می کنم که هم به همین دور زمان چشم نرسد ایلا این وقت سعادت بین از جوان ها برای مردم تینجوی آسایشتگی آرامی در کار تینجوی آرامی رو کی آورد به دیار ما البته پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان همین تینجوی آسایشتگی باشد همه کار میشه سلامتی ما هم به همه وابسته اینا ها سرور دولت ما پیشوای ملت جناب علی محترم امام علی رحمان زنده و سلامت باشن ما خیلی منت دار
الان خصوص صنعتکار رو بسیار دوست می‌دارم. صنعت راهبر اگر دوست دارد، این برای صنعتکار یک دولتی دیگر ده. برای ملت ما همه همش راهبر دولت ما حرکت میکنه که باز همه دیار ما گلگل شفاعت و زندگی مردم ما از این هم فراوانتر و زیادتر شود. الهی البته من خیلی شکر میکنم، شکر زیاد میکنم. ما برای تمام اهل دیارمان تنجوی آسایشتگی، تنسیت و خاطر جمع، آبادوی و فراوانی و ظفرهای زندگی را تمنا دارم. در آخر صحبت چنین اظهار کردم: تا جهان باشد دیارم، تاجیکستان زنده باش. سرزمین نام دارم، تاجیکستان زنده باش. گلشن و باغ و بهارم، تاجیکستان زنده باش. رونق و اوج و برارم، تاجیکستان زنده باش. تاجیکستان زنده باش.